پس من از درون خودتون بیاین بیرون گهگاهی ما در میدان کیاس در میدان هرج مرج عاطفی فراموش میکنیم که چگونه باید تصمیم بگیریم فراموش میکنیم که راه حل درست چه هستش توصیه من به شما این هستش که از این میدان هرج مرج عاطفی خودتون رو بکشین بیرون از بیرون به خودتون و روابط خودتون و تصمیمات خودتون نگاه بکنید فکر بکنید که شما تراپیست هستید و یک بیمار یک مراجع پیش شما آمده و کیس شما رو برای شما داره باز میکنه آیا به مراجعه خودتون همین احکام رو صادر خواهید کرد که به خودتون دارید صادر میکنید و اگر نه ببینید که چرا چرا ایش و چگونگیش در کجاست و ترس خودتون چگونه هستش دوست عزیز دیگری برای من فکس فرستادن آقای خسرو در رابطه با خانومشون اشاره میکنن که خانمشون از زمانی که ازدواج کردن تلفن هاتون آمده چند لحظه دیگه با شما خواهم بود اشاره میکنن از زمانی که ازدواج کردن با خانمشون درگیری داشتن اشاره میکنن که خانم در زندگی با پدر و مادر هم همواره شاهد درگیری با پدر مادرش بوده خودش هم در چنین فضایی بزرگ شده و اکنون که با ایشون ازدواج کردن حدود 15 سال از ازدواجشون میگذره دائما درگیری دارن دائما بهانه جویی میکنن یک مسئله حل میشه خانم مسئله دیگه رو در حقیقت دامن میزنن که همواره این محیط کیاس و همواره این ده حقیقت جنگ و جدل و خشمشون رو بر جایی می که وقتی این بهانه ها و دلایل در حقیقت جنگ و جدل رو که خانم آغاز میکنن بیش از اندازه میشه الان فکسشون رو گم کردم بله اشاره میکنن بعدها دیدم و شنیدم که این روال همیشگی زندگی آنها بوده خانم من نیز بعد از یکی دو ماه که از زندگی مشترک ما گذشت شروع به بهانه گیری کرد و مخصوصا کار میکرد که من عصبانی شوم و جنگ و جدل راه بیاندازد این طرز زندگی البته دلخواه من نبود ابتدا فکر میکردم با گذشت زمان از بهتر خواهد شد ولی هرگز چنین نشد که هیچ بدتر هم شد بعد اشاره میکنن که وقتی این در حقیقت اتفاقها و هر جمرجی که خانم به وجود میارن ادامه پیدا میکنه هر بار خشم، انزجار و تنفر بیشتری را نسبت به او تجربه میکنم اگرچه خیلی دوستش دارم ولی احساس میکنم که این دوست داشتن به خشم و نفرت و تنفر کشیده میشه با گیری ها و در حقیقت گرفتاری هایی که ایشون به وجود میارن ببینید خیلی مشکل هستش که وقتی که ما دو سویه جریان رو نمیشنویم قضاوت بکنیم که چه عواملی باعث میشه که خانم احساس خشم بکنه چه عواملی باعث میشه که او احساس در حقیقت سرخوردگی بکنه نیاز در این ببینه که جنگ و جدل راه بیاندازی این رو ما نمیدونیم اما به طور کلی اگه من بخوام یک نگاه انالاتیک نسبت به افرادی که همواره بهانه جویی میکنن یا افرادی که مسائل رو پیش میارن که طرف دیگر رو در مقابل در حقیقت دچار خشم میکنن دچار سرخوردگی بکنن یا دچار ناامید و غیره این افراد از در چند عامل ما میتونیم این در حقیقت هیئت روانی و نوع شخصیت و ویژگی رو بشکافیم عامل اول شیوه تعلیم و تربیت این افراد هستش یعنی اینکه فرد در محیط زندگی کرده در فضای زندگی کرده که همواره این فضا تو هم با جنگ و جدل و خشم و در حقیقت به دبستان های این چنینی بوده و این به صورت عادت در اومده انگاره های آشنای ذهنی او در حقیقت در معنای رابطه این هستش که همواره این حالت باید برای او حفظ بشه به طور ناخداغا یعنی همونجور که ما معتاد به مواد مخدر میشیم و بدنمون نیاز داره که در حقیقت اون مواد مخدر رو استفاده بکنه وقتی ما در فضای معیوب قرار میگیریم به طور ناخداگاه معتاد میشیم به اون فضا یعنی وقتی که همیشه خشم حاکم بوده در فضا یک نوع هیجانی رو افراد اون خانواده تجربه میکنن که حتی کمی کار نظر شیمیایی مواد شیمیایی بدن هم فرد نظر جسمی دیپندنت میشه وابسته میشه و نظر ذهنی هم در خوراک ذهنیش این, این نوع فضا میشه به صورتی که وقتی آدرنالین بدنش میره پایین یا احساس در حقیقت خستگی و یک دستی میکنه به طور ناخودآگاه یک کیاسی به وجود میاره یک هرج و به وجود میاره که اون فضا مشابه فضای قبلیش دوباره به وجود بیاد یعنی اون فضای خشم و اون بدبستان ها به وجود بیاد این یک مکانیزم ناخودآگاهی است که این در حقیقت دامن زده میشه چرا چون فرد وقتی که در یک رابطه آرام و دقیقت یک دست و ام تو ام با امنیت هست چون این رابطه رو هرگز تجربه نکرده این رابطه آرام و یک دست و تو ام با امنیت براش ناشناس و بهش استراب میده برای اینکه برگرده و همون در حقیقت انگاره های آشنا ناخودآگاه کیاس می آفرینه. هر مرج می آفرینه. این یک عاملش عامل دوم میتونه نیازی به توجه باشه یعنی فردی که توجه میخواد و تو زندگیش تو مراحل رشدش اون توجه رو که کافی بوده و مثبت بوده نگرفته این کاری میکنه که توجه منفی رو بگیر بعضی میپرسن خب اگه آدم مریضه که بخواد توجه منفی بگیره بذار یکی فوشش بده توهین بهش بکنه سرزنشش بکنه نمیدونم بیماری نیست اما نوعی خلال در در حقیقت هیئت روانی ماست که اینجوری با این مکانیزم خودش خودشو نشون میده وقتی من نمیتونم توجه تو بگیرم وقتی تو من اعتنایی نداری احساس کنکشن احساس باندینگ احساس صمیمیت و احساس ارتباط با تو نمیکنم، احساس میکنم جدا افتادم پس برای اینکه این احساس کنکشن و ارتباط برقرار بشه دست به هر کاری میزنم و توجه منفی تو رو جلب میکنم در بچه ها این زیاد دیده میشه با پدر مادرهایی که به بچه هاشون اتنایی ندارن توجهی ندارن سرشون به کار خودشون گرمه این بچه ها گهگاهی کارهایی میکنن در حقیقت حوادثی به وجود میارن که پدر مادر توجهشون به اونها جلب بشه اینو میگن توجه منفی و اگر ما در دوران کودکیمون در مراحل رشدمون یک چنین خوراکی رو تغذیه کرده باشیم توی روابط میانفردی دوران بزرگسالی هم دست به کارهایی میزنیم که جز اون طرف رو دراریم عصبانیش بکنیم سرخوردش بکنیم بیاد گله بکنه شکایت بکنه کمپلین بکنه و اینگونه ما توجه او رو جلب میکنیم یا اینگونه این گونه این با او ارتباط برقرار میکنیم بهش میگن نگاتیو ریباند یعنی تلاش میکنیم که در حقیقت یک ارتباطی برقرار بشه و زیربنای این ارتباط هم داشتن قدرت هستش یعنی وقتی من احساس هلپلسنس یا احساس ناتوانی میکنم برای اینکه بتونم سیچویشن و موقعیت رو کنترل بکنم و یعنی قدرت بیشتری روی سیچویشن رابطه داشته باشم و قدرت روی فرد مقابل داشته باشم حوادثی رو به وجود میارم که اون رو در موضع شکایت و شکوه و گله قرار بدم پس بنابراین اوست که باید به طرف من بیاد و چرایی و چگونگی این حادثه رو از من بپرسه و از من بخواد یا با من مذاکره بکنه که این مسئله حل بشه و حقیقت اینگونه هستش که بعضی اوقات ما در رابطه با بچه های تینیجرمون که در دوران بلوغ به سر می میبینیم که اینها با ما چه میکنن حوادثی رو به وجود میارن هرچی با زبان در حقیقت عشق مهر توجه مثبت با اینها صحبت میکنیم به خاطر اینکه پاور داشته باشن و قدرت داشته باشن روی رابطه و اون نیازهای خودشون رو که شاید برای ما ناشناخته هستش پر بکنن تلاش میکنن که حوادثی به وجود بیارن که ما رو در حقیقت از خود به خود بکنن یا احساس ناتوانی و استیصال و درماندگی به ما بدن در رابطه با اون جریان این ریشش از اونجا در حقیقت بلند میشه که اینا احساس ناتوانی خودشون میکنن احساس استیصال خودشون میکنن یا نیاز بیش از اندازه به قدرت دارن به خودنمایی دارن به پاور دارن و بازم ریشه اون برمیگرده به انفریاریتی احساس حقارت درون احساس ناتوانی که اینگونه میخوان با مکانیزم های جبرانی در حقیقت خودشون رو تعادل ببخشن دیگه از کنم به خدمتون اینها در روابطی هستش به طور کلی جنرال خدمتون از کردم که یک فرد تلاش میکنه که تعادل رو نگه داره فرد دیگه از این تعادل و از این امنیت و از این فضای گرم احساس ناامنی میکنه عامل دیگر این هستش که افرادی که در حقیقت شکست رو درونی کردن ابندنمند سرخوردگی ترک شدگی و ترک شدگی رو در دوران زندگیشون در خانواده درونی کردن و انگاره های ذهنیشون در رابطه به این صورت هستش که به کسی نمیشه اطمینان کرد به کسی نمیشه در حقیقت اتکا کرد همه آدما قصد اذیت و آزار منو دارن دنیا محل امن و امانی نیست محل باثباتی نیست و همواره من ممکن مورد آزار و اذیت و در حقیقت دشمنی و این گونه, این گونه, افکار قرار بگیرم این گونه مسائل قرار بگیرم وقتی میبینن که یک فرد با عشق سراغ اونها میاد با مهر سراغ اونها میاد یا تو رابطه به طور کلی وقتی که اتنشن اتنشن مثبت هست و عشق هست و وفاداری هست و تعهد هست باور ندارن و همون سوء زنشون باعث میشه که سبوتاج بکنن یعنی یه کیاسی به وجود بیارن که اصلا نزدیک نشن فیر آف انتمیسی دارن ترس از سمیمیت دارن و برای خودشون توجیه میکنن که به دلایل مختلف تو واقعیت ذهنی خودشون تلاش میکنن که اون مهر و اون عشق رو اون دوستی رو اون محبت رو در حقیقت سبوتاج بکنن برای اینکه میترسن که اگر نزدیک بشن رجکت بشن ترد بشن دوباره ترک بشن